زبط میکنم. دفعه پیشم صحبت های آقای تهرانی یکی از صحبت های بود که خیلی مورد توجه قرار گرفته. بفرمایید دوباره شروع کنیم. عذر میخوام ازتون. ساقیا به نور باده برافراز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، سخت است بر جریده عالم دوام ما. مجدداً درود و خیر مقدم میگم به همه شما عزیزان و خوشحالیم که یک ساعت اول برنامه‌مون رو میتونیم از مطالب ارزنده جناب آقای تهرانی استفاده کنیم که بسیار بسیار شنیدنی است. امیدوارم یادتون باشه دفعه قبل که بزرگداشت جناب شجریان بود، ایشون چقدر مطالب جالبی رو برامون مطرح کردن و استفاده کردیم و لذت بردیم. شمه کوچیکی از جناب آقای تهرانی براتون بگم. آقای علی محمد تهرانی دانش آموخته مهندسی برق و کامپیوتر هستند و دستی بر در شعر و آواز و فعالیت‌های اجتماعی دارند. از کودکی با حافظ مانوس بودند و هنوز هم خوش چین هنر و معرفت حافظ هستند. آشنایی ایشان با قرآن، فلسفه و عرفان ایرانی ایشان را به تلاش برای فهم حافظ مشتاق نگه داشته است و در این برنامه ایشان به چرایی اهمیت حافظ در جهان کنونی و نگاه او به عشق می‌پردازد. الان از همه خواهش می‌کنم که خودشون رو میوت کنن و تا آخر برنامه که ایشون صحبت میکنن سوالی یا موضوعی مطرح نشه در پایان ایشون لطف میکنن و اگر کسی پرسش و پاسخی داره حتما پاسخگو خواهند بود. اگر که افراد مایلن که سوالی داشته باشن ممنون میشیم دو چتروم اسم خودشونو بنویسن تا اینکه جناب تهرانی هم بتونن جواب بدن. و من فعلا با اجازه همگی میکروفون میدم به جناب آقای تهرانی و ایشون میتونن که ما رو مستفیض کنن. بفرمایید. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. از این همه لطف شما واقعا سپاسگزارم. شایسته هیچ کدوم از این کلمات نیستم ولی در بضاعتم هرچه هست امروز درباره حافظ خدمتتون خواهم گفت. من از همه کلماتی که عشق حافظ به کار برده عشق رو انتخاب کردم که شاید بشه گفت سخت‌ترینش هم هست، چون میدونی حافظ کلمات کلیدی زیاد داره و تا این کلمات کلیدی رو ما ندونیم موقع خوندن شعر حافظ به عمق شعر او پی نخواهیم برد. و یکی از کلمات پرکاربرد در دیوان حافظ عشق هست و شاید بشه گفت کتاب حافظ اصلا دیوان عشق، یعنی اگر واقعا اسم دیگر یادم بخواد برای کتاب حافظ پیدا بکنه دیوان عشق است. از اون بیت اولش که میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها شروع میشه و توی تمام غزلاش شما این واژه عشق رو میبینید. عشق همطور که ما توی تجارب امروزمون میبینیم یه چیزی که واقعا احتیاج به تعریف داره، یعنی اینقدر انواع عشق الان هست که گاهی اوقات آدم گم میکنه که در مورد چی داره صحبت میکنه. عشق به وطن، عشق به مادر، عشق فرزند، عشق به پدر و مادر، هزار جور عشق مختلف هست و واقعا همشون هم با هم فرق میکنن، هم از نظر مختصات هم از نظر
مسائل روانشناختیش همه چیزش با هم دیگه فرق میکنه. و خیلی خوبه وقتی آدم در مورد عشق صحبت میکنه همیشه یک تعریفی به دست بده، اگر نه واقعا اون گفتگو به کجراهه میره. مثلا فرض کن اگر شما دارین در مورد عشق به خدا حرف میزنین، یه سری مختصاتی داره که با عشق به جنس مخالف فرق میکنه این داستان. درسته که ما ها یک واژه استفاده میکنیم برای اینها، ولی واقعا با هم فرق میکنه. و در دیوان حافظ هم این واژه عشق کاربردهای مختلفی داره. یعنی اگر شما بگین که اوکی من معنی عشق حافظ رو فهمیدم، دیگه از این به بعد هر جا که عشق دیدم میدونم که حافظ چی داره میگه، شاید هدف من از صحبت امروز اینه که این توضیح رو بدم که عشق حافظ داره معنای واحدی نیست. در توضیح عشق حافظ از زمان خودش تا الان دارن کتاب می نویسن و تفسیر می کنن و توضیح می دن. اینکه من این وسط چه کارم الان چی دارم میگم، بهتره بگم که عشق از نگاه حافظ، از نگاه من، و که میگم از نگاه من به خاطر اینی که توضیح بدم که نمیخوام در این جلسه مطلق سازی بکنم و بگم که این است و غیر از این نیست. خیلی 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 بزرگتر از من و ما در این داستان هنوز متحیرم و شاید یکی از رموز ماندگاری حافظ در ادبیات ایران همین حیرتی است که در بین خلایق ایجاد کرده. یعنی هیچ کس نمیتونه نهایتاً بگه که حافظ کیست، چیست، چه گفت و چی میشه از سخنش برداشت کرد. تقریباً شبیه اون نی مولاناست که میگه که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این صدای نی میاد و گاهی من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ظن خود شد یار من. این صدای نی با هر کسی به یک صورت متفاوت و نهایتاً هم باز به قول مولانا سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. حافظ هم اگر نی نماد روح سرگشته انسانی در جهان مادی است، حافظ هم به گونه همین جوره. یعنی یک آدمی است سمبل همه انسانیت ما، یک روحی که با جسم آمیخته است و همون سرگشتگی هایی که در درون نی میبینید، در درون صدای نی میبینید و این دوگانگی ها و این اشتیاق ها و شور ها و آتش ها در وجود حافظ هم هست. اینه که شاید یه دی ادعا بکنن بگن که حافظ رو فهمیدند و میتونن سرش قسم بخورن، ولی من چنین ادعایی توی بحث امروزم ندارم و فقط یافته های خودم رو که محصول آشنایی با قرآن، با فلسفه اسلامی، با عرفان اسلامی هست، اون هم نه در اعماق، خاطر اینکه حرفه من هیچ موقع هیچ کدوم از اینا نبوده و همیشه در سطح حرکت کردم و این حرکت در سطح شاید این امکان رو به من داده که بتونم یه خورده جامعه تر به قضیه نگاه بکنم. هیچ موقع وارد یک موضوع اونقدر عمیق نشم که بقیه موضوعات از دست بره. و جالب هم هست که ما در دورهای مختلف سنی حافظ رو به گونه مختلفی میفهمیم. یعنی شما اگر در 18 سالگی لای کتاب حافظ رو باز میکردید یه جوری میفهمیدید، 30 سالگی یه جور، 40 سالگی، 50، 60، 70، هر موقعی که باز میکنید لایه دیوان حافظ رو یک فهم متفاوتی ازش دارید که کاملا طبیعی است و یه خودش هم به خاطر لایه لایه بودن اشعار حافظ هست. یعنی یک شعر یک پارچه یک لایه نیست. همینطور شما همینطور که دانشتون و تجربه میشه فهمتون هم از شعر حافظ عمیق‌تر میشه.
پس حالا سوال اینه که چرا ما اصلا با آفیس کار داریم؟ به نظر من این رو من یه توضیح مختصری بدم. عشق از نگاه آفیس، این همی روانشناس و فیلسوف و جامعه شناس و عصب شناس و اینها در مورد عشق دارن این روزها صحبت میکنن. چه لزومی داره ما برگردیم به قرن 8 هجری نزدیک چه میدونم 600-700 سال پیش و ببینیم که حافظ چه گفته؟ اگر اهمیت این نکته اول روشن بشه که چرا به فهم حافظ از عشق ما امروز روز نیازمند هستیم، فکر میکنم یه خورده با دقت و حساسیت بیشتر این بحث رو دنبال بکنیم. من چند تا دلیل برای مهم بودن حافظ خودش و نظراتش ارائه میکنم، امیدوارم برای تو من از کافی قانع کننده باشه که چرا حافظ امروز هم برای ما مهمه و احتمالاً فردا هم مهم خواهد بود. اولین نکته‌ای که در باب اهمیت حافظ میخوام بگم این است که اگر از شما بپرسند که ستارگان آسمان ادب و سخن و فکر فارسی کیا هستند، احتمالاً چند تا اسم به ذهنتون خطور میکنه: رورکی، فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ، عطار، همینا هستن دیگه. یعنی سخت بتونیم اسم دیگری جز کسانی که تاریخ ادبیات رو به دقت خوندن بتونن اسم دیگری به این مجموعه اضافه بکنن. اگر ازتون بپرسن که سه تا از مهمترین شاعران ایران رو نام ببرید، حتما یکی توش حافظ هست. اگر بگن دو تا از مهمترین شاعران ایران رو نام ببرید، حتما حافظ توش هست. و اگر بگن که به نظر شما مهمترین شاعر زبان فارسی کیست، به احتمال زیاد حافظ رو انتخاب میکنید. حافظ، نمیدونم این نکته رو میدونستید یا نه، نه تنها مهمترین یا معروفترین یا لااقل نزد ایرانیان محبوب ترین شاعر زبان فارسی است، آخریشون هم هست. یعنی این همه این ستاره هایی که گفتم حافظ آخرینشون، یعنی بعد از فردوسی اومده، بعد از مولوی است، بعد از سعدی است، بعد از همه این هاست و یه جوری میشه گفت اساره همه اینها هم هست. یعنی شما در شعر حافظ حماسه شاهنامه رو میبینید، در شعر حافظ داستان سرایی و تصویر پردازی های نظامی رو میبینید، در شعر حافظ شیرین زبانی و سخن ورزی سعدی رو میبینید، درش عرفان مولوی رو میبینید و جوری تمام اینها رو شیره همه این کسانی که ما قبل حافظ بودن رو کشیده و در شعرش ریخته. و جالب اینه که بعد از او هم ما کسی در مقام و مرتبه حافظ واقعا سراغ نداریم. یعنی یک ستاره‌ای بوده که در قرن 8 هجری درخشیده، تقریبا بین 1300 تا 1400 میلادی، و بعد از اون کسی به اندازه اون در آسمان ادب فارسی بدرخشه و از طرفی همه دنبال روی او شدن. یعنی غزل فارسی بعد از حافظ همش تلاش بوده به سمت غزل سرودن به سبک حافظ و به گونه حافظ. اینه که از نظر تاریخی شاید بشه گفت مهمترین چهره آسمان ادب ماست و اساری همه بزرگان قبل از خودش و پیشوای همه بزرگان بعد از خودش، بنابراین شناختش ضروری است. حالا شاید بگیم که خب اوکی، حالا نشناسیم چی میشه، همینطوری باهاش حالی بکنیم و بگذاریم بره. ولی میدونید که اگر آدم از تاریخ خودش لااقل یک موجود رو به خوبی بشناسه، اونم کسی که خلاصه کننده یه فرهنگ ایرانه، میتونه ادعا بکنه که تا حدی فرهنگ ایران رو شناخته. حافظ به هر حال آثار تصوف ایرانی در شعرش هست،
شما اگر کلید واژه های حافظ رو بشناسید با یک بخش زیادی از فرهنگ تصوف و عرفان ایرانی آشنا میشید. به این خودش واقعا نعمتی است که اون خودش دنیایی است، یعنی واقعا یک عمر میشه صرف همه صوفیان و عارفان ایران کرد و آثارشون مطالعه کرد، ولی برای کسانی که این کاره نیستن مثل من و وقتشو ندارن، شاید بگیم اوکی حداقل حافظ رو یاد بگیریم ببینیم چی میگه بقیه پیشکش. من فرضم اینه که دوستانی که اینجا هستن یه جورایی همه توی عالم فنی و مسائل غیر ادبی هستن، نمیدونم چقدر فرض درستی است. اینه که اگر دوست اهل ادبیات در جمع ما هست، این حرفایی که من میزنم یه جورایی زیر به کرمون کشیدن، ولی دیگه تحمل کنن تا ببینیم که این بحث به کجا میکشه. پس حافظ مهمترین شاعر ماست. نکته دوم این که حافظ تنها شاعری است که در تمام خانه ها حداقل کتابش پیدا میشه، یعنی اگر توی هر خونه دو سه جلد کتاب باشه احتمال زیاد یه جلدش کتاب حافظ، اگر بیشتر باشه که 100% کتاب حافظ هم لابلاش هست. یعنی این availability و این در دسترس بودن کلام حافظ و کتاب حافظ نکته خیلی مهمیه. خیلی شما به سختی بتونین همه یک قومی رو متقاعد بکنین که یک کتاب خصوصی رو داشته باشن در خونه، ولی برای حافظ این اتفاق افتاده. دلایل تاریخیش رو هم خیلی ها بررسی کردن، من نمیخوام ذکر بکنم، ولی الان یک شانسیست که همه ما داریم که این در دسترس ما هست. هر سال در سفره هفت سین نوروز جا میگیره، بالاخره لاشم باز میشه، در شب یلدا خونده میشه، بعضی ها در مراسم ازدواجشون باز میکنن میخونن، و اون داستان تفاعل زدن و اینکه وقتی که میخواد ازدواج بکنه از حافظ یه سوالی میکنه، وقتی میخواد بیزینس بزنه از حافظ یه سوالی میکنه، وقتی که عاشق شده عشقش بهش محل نمیگذاره از حافظ یه سوالی میکنه، یعنی که توی تمام مراحل زندگی با ما هست. و واقعا گاهی اوقات حرفایی که میزنه یه خورده آبیست بر آتش ما یا یک راهیست که به ما نشون میده. از این نظر هم حافظ هست با ما، بخواییم و نخواییم هست، و چه بهتر که به جای اینکه به عنوان یک شیء متبرک از کتابش استفاده بکنیم، یه خورده ببینیم که چی میگه و یه خورده با عمق مطالب اون هم آشنا بشیم. نکته دیگری که در اهمیت حافظ میخوام بگم با این بین المللی بودن حافظ. حافظ تنها محصول به حصار فرهنگ ما نبوده. دیوان حافظ به تمام زبانهای رایج و غیر رایج دنیا ترجمه شده. مهمترین شخصیت‌های ادبی هنری تاریخ بعد از حافظ ازش تأثیر گرفتند، از گوته شاعر آلمانی، نیچه فیلسوف آلمانی، پوشکین شاعر معروف روسی، ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی، امرسون فیلسوف آمریکایی، و اینها در غرب. در شرق هم که تقریبا همه متفکران و شاعران هند و پاکستان و آسیا از حافظ متأثر بودند. مشهوره میگن تاگور که خب شاید معروفترین شاعر هندیست، دیوان حافظ رو حفظ بوده کامل، و این نشون میده که حتی مرز زبان هم باعث نشده که دیگران از شعوری این استفاده نکنن، از شعوری که در شعر حافظ هست، و ما که هم زبانش هستیم و به راحتی میتونیم بفهمیم چی میگه، واقعا حیفه که از او بهره نگیریم. و در آخر هم به هر حال ما به زبان فارسی حرف میزنیم و میشه گفت حافظ زبانی آفریده که زبان امروز ماست. یعنی شاید اگر بخوایم زبان تکلم امروز ما رو با شاعران کلاسیک قبلی مقایسه بکنیم، شباهتش با شعر حافظ و سعدی از همه بیشتر. خاطر همین شما اگر لایه مثنوی مولوی رو باز کنید، ممکنه که از 10 تا بیت 6 تاشو نفهمید،
ولی اگر لای دیوان حافظ رو باز بکنید همه رو میفهمید، یعنی وقتی میخونید اگر بتونید درست بخونید همه رو میفهمید که چی میگه، به خاطر اینکه زبان ما بعد از حافظ همش حافظی شده و الان به زبان او صحبت میکنیم و دلیلش هم اینه که شاید بشه گفت زیباترین و کاراترین روشی است که این کلمات این زبان رو میشه کنار هم گذاشت. و حالا غیر از این، غیر از زیبایی، یک جور اعجازی هم در سخن حافظ هست که این اعجاز ما رو دعوت میکنه که به رمز و رازش پی ببریم. داشتم فکر میکردم مثلا فرض کن داوینچی 500 سال پیش یک مونالیزایی کشیده، خب چیه که هنوز بشریت صف میکشه در صفهای دراز که بره به این تابلو نگاه بکنه؟ این خب یک نقاشی است، ولی یک رازی، یک اعجازی درش هست که این بشریت رو به سمت این تابلو میکشه و همه دوست دارن ببینن و به رازش پی ببرن و زیبایی هاش رو درک بکنن. و این هم واقعا اینجوری که هر کسی از زن خود شد یار من. شعر حافظ هم یک ویژگی این چنینی داره، یعنی یک رمز و رازی درش هست که شما رو میکشه به سمت خودش که شما رازگشایی بکنی. بعضی از ابیاتش اگر نگیم همش واقعا معجزه است، عین مثلا فرض کنید چه میدونم خلق یک بچه، عین رویش گیاه، عین گردش آسمان ها و زمین، واقعا معجزه است. منتها در طبیعت عناصر کنار هم میچینن تا یه معجزه بیافرینن، در شعر حافظ کلمات کنار هم مینشینن تا یک معجزه بیافرینن. به هر حال این دلایل ما رو قانع میکنه که از کنار حافظ صادرت نشیم به این شراب کهنه‌ای که در تاخچه خانه های ماست رو ننوشیده کنار نگذاریم و از کنارش به سادگی عبور نکنیم. این در توجیه این که چرا بریم سراغ حافظ، چرا از زبان حافظ بشنویم که در مورد شعر، در مورد عشق چی میخواد بگه. اما در مورد خود کلمه عشق، خب میدونید عشق یک لغت قرآنی نیست، یعنی شما در تمام قرآن اگر بگردید یک بار کلمه عشق رو نمیبینید، لغت عشق نیامده. هر جایی که از محبت یاد شده از حب استفاده شده، ولی واژه عشق نیست. عشق اختراع صوفیان و شاعرانه و ظاهرا هم ریشه با عشقه است که یه گیاهی است که میپیچه به درخت و میره بالا مثل پیچک، و به این دلیل شاید بهش میگن عشق که بر انسان وارد میشه، یعنی یه چیزی نیست که شما خودتون بل اختیار برید و بگید که من میخوام عاشق بشم. نه، عاشقی یه جورایی میشه گفت شدنیست، یعنی شما باید عاشق بشید، کردن نمیشه زورکی کسی رو عاشق کرد. عشق چیزی که بایستی بپیچه به پای شما. حالا ما در کاربردهای روزمره و روزانه از محبت خیلی عمیق به یک چیزی به عنوان عشق یاد میکنیم. طرف مثلا فرض کن عاشق موسیقی است، یعنی اصلا اینقدر با موسیقی حال میکنه که نگو، حاضر شبانه روز وقتش رو صرف موسیقی بکنه. ما میگیم عاشق. ولی آیا این داستان عشق که در فرهنگ شعرهای عارف مسلک ما و حافظ هست واقعا به همین معنی است یا نه؟ من قبل از این که بخوام این رو توضیح بدم، یه خورده از بالیدن خود حافظ خیلی کوتاه بگم که حافظ توی چه شرایطی بزرگ شده. حافظ به هر حال یه بچه‌ای بوده
که به دنیا آمده، یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی بزرگ شده، نوجوان، جوان، رشد کرده در یک متن اجتماعی، یه سری چیزایی بهش یاد دادن و نمیتونه خارج از اون کانتکستی که درش بوده بهش نگاه کرد. حافظ در یک جامعه بزرگ شده در قرن هشتم که جامعه مذهبی مسلمان شافعی مذهب بوده، یعنی یک گرایشی از اهل سنت، در خانه مذهبی هم رشد کرده، در دوران کودکی گذاشتنش مدرسه، از بچگی مدرسه رفته، در اون زمان هم میدونید مدرسه عبارت از بود درس عربی و قرآن و تفسیر، و اگر یه خود جدیتر میخواستید نگاه بکنید حکمت و تصوف و دانش روز از جمله هیئت، طبیعیات. و حافظ در نوجوانی حافظ قرآن بوده و شهرتی که در جامعه خودش پیدا میکنه به خاطر این توانایی بودی که داشته، چون حفظ قرآن کار ساده ای نیست. قرآن کتاب عجیب غریبی است و حفظ کردنش کار آسونی نیست، و اگر تو همش رو حفظ باشی یعنی که یک نبوغی در تو هست، و اگر مثل حافظ به قولی که روایت میکنن در 7 روایت یا 14 روایت، یعنی با 14 خوانش مختلف این قرآن رو میشناخته، به خاطر همین معروف بوده در زمان خودش. مثل اون روز توی جلسه های شجریان بحث میکردیم که ایشون در دوران نوجوانی قاری بود و به واسطه قرائت قرآنش در سطح مشهد همه میشناختنش، چون رادیو بود چه میدونم در مسابقات اول میشد و غیره. حافظ هم یک شهرت اینچنینی در زمان خودش داشته و از نوجوانی هم شعر میگفته و از نوجوانی هم شعرهای خوب میگفته، که میگن خواجوی کرمانی که اون هم شاعر بسیار بزرگی است، خواجوی کرمانی هم زمانی با حافظ بوده، خود پیرتر از حافظ، و در اصل معلم شعر او هم بوده. شما نمیدونم با اشعارش خواجوی کرمانی چقدر آشنا هستید، ولی اگر من یه شعر از خواجو برای شما اینجا بخونم و نگم که مال حافظ نیست، شما به سختی بتونید تمیز قائل بشین که این شعر شعر حافظ نیست. به شدت اشعار حافظ به اشعار خواجو شبیه، از نظر دایره کلمات، از نظر زیبایی و اسلوب سخن. غزل‌سرایی بسیار ماهر بوده ولی بزرگتر از حافظ بوده، و چون حافظ پیش او تلمذ شعر میکرده، خواجو به واسطه استعدادش این رو میبره به درگاه پادشاه زمان که در اصل شاه مسعود اینجو بوده. گفتم شاه مسعود اینجو، اجازه بدید من یه چیزی رو، من میتونم یک تصویر رو به اشتراک بگذارم با چیز توی زوم. میخوام شاهان دوران شاه رو، دوران حافظ رو بهتون نشون بدم که یه خورده تصویر گرافیکی داشته باشیم. یک دقیقه اگه اجازه بدین من الان شما رو هست میکنم. این امکان هست شدن رو به من بدید که من یه نموداری از شاهان زمان حافظ رو بهتون نشون بدم با یک گاه شماری از عمر حافظ. اینا جون اگر لطف کنین آقای دکتر تهرانی هست بکنین که بتونن شیر بکنن. علی جان شما الان اکسس داری. مرسی. این سفر رو میبینی؟ بله. ببینید این نمودار پایین عمر حافظه، سال 727 هجری قمری به دنیا اومده، 792 فوت شده، تقریبا 65 سال عمر کرده. در دوران عمر حافظ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 شاه عوض شده. در عنفوان نوجوانی به دربار شاه مسعود اینجو میره، بعد در هول و هوش 20 و چند سالگی
ابو اسحاق اینجو شاه میشه که یک شاه بسیار جوانی بوده، تقریبا هم سن و سال حافظ، یک 10-11 سالی هم در دربار ابو اسحاق بوده حافظ، کار دیوانی میکرده، اینجور که میگن کار دیوانی یعنی هم کار اداری در اصل، یا کتابتی بوده یا مرقومه‌ای مینوشتن یا حساب کتاب دربار رو نگر میداشتن، به هر حال در استخدام دربار ابو اسحاق بوده. دوران سیاه حافظ دورانی است که این آقای شیخ مبارزالدین میاد و در اصل سلسله آل اینجو که ابو اسحاق و شاه مسعود و شاه محمود بودند رو برمی‌اندازه و حاکم شیراز میشه و هرچند طول عمرش خیلی زیاد نبوده شاه مبارزالدین، توی همین 4-5 سالی که حاکم بوده بر شیراز، دوران مهمی از سن حافظ بوده، همجور که میبینین هلوشه مثلا فرض کنین 30 و چند سالگی تا 40 و چند سالگی حافظ، و همون جاییست که سختگیری های دینی است و زهد فروشی ها که حافظ سر تا سر دیوانش در حال مبارزه با این هاست، تا اینکه عاقبت شاه شجاع که در از فرزند مبارزالدین بوده با کمک برادرش مبارزالدین رو ساقط میکنن، کورش میکنن، زندانیش میکنن و خود شاه شجاع حاکم شیراز میشه و اینجا دوران شکوفایی شعر حافظه، اوائل 40 سالگی تا پایان 60 و چند سالگی، 27 سال شاه شجاع با حافظ همزمان بوده و نه تنها شاه خوبی بوده از دید حافظ، بلکه شاهی بوده که حافظ رابطه فوق العاده دوستانه باش داشته، بعد یه جوری عاشقش بوده و میگن از اینکه 140 تا از غزلیات حافظ مال شاه شجاعست، یعنی در وصف شاه شجاع گفته، بعضی هاش آشکارا اسم شاه شجاع توش هست، ولی شاه شجاع خود شاعر بوده، شاه قدرتمندی بوده، زیبارو بوده، ادب دوست بوده و شاه زندگی دوست و مثل پدرش سختگیر به امور دین نبوده و در دوران او رونق شیراز بوده و همینطور که میبینید دوران زمامداریش هم نسبتا طولانی است. البته از این دوران یه 7-8 سالی این دو با هم قهر میکنن، یعنی شاه شجاع با حافظ قهر میکنه که دلیلش کامل مشخص نیست، ولی یه خودش هم برمیگرده به حسادت هایی که شاه شجاع به حافظ میکرده، چون هر دو شاعر بودن ولی شعر حافظ بوده که دنیا رو داشته تصرف میکرده و خب شاه شجاع از این موضوع خیلی خوشحال نبوده. در اواخر 60 و چند سالگی پسر شاه شجاع زین العابدین میاد که باز حافظ دیگه با میونه جوری نداشته، بعد تیموریان در این سال حمله میکنن، شاه یحیی رو میذارن روی شیراز و بعد شاه یحیی سرنگون میشه، شاه منصور حاکم میشه که شاه منصور هم باز شاه خوب بوده، خوشبختانه در انتهای عمر حافظ با یه شاه خوب تموم میشه، یعنی با یه شاه خوب شروع میشه زندگی حافظ و با یه شاه خوب هم تموم میشه و این عوض بدل شدن سلسله شاهان در زندگی حافظ اون رو یک انسان پخته جهاندیده چند بعدی کرده. وقتی شما در دوران نوجوانی و جوانی در دربار شاهانی هستید که شادخارند، شرابخارند، اهل زندگی زرق و برقدار هستند، آدم های متعصب و دینداری نیستند، لااقل تظاهر به دینداری نمی کنند، شما حتی اگر حافظ قرآن هم باشی، دیندار هم باشی، تفسیر قرآن هم خونده باشی و درس داده باشی، برات مشاهدهش لااقل عادی میشه. این نیست که ندیده باشی که ملت بخورن و بریزن و بپاشن و شادخاری کن، نه، حافظ این هر دو رو دیده و یکی از دلایلی که حافظ یه جورایی پیامبر تساهله، یعنی اون مدارایی که در شعر حافظ هست به خاطر اینکه هر دو طرف قضیه رو دیده. اون
وقتی شما شعر مولانا رو میخونید احساس میکنید که یک سویه است به سمت عشق خالص الهی، خاطر اینکه مولانا قبلش آخوند بوده، واعظ شهر بوده، بعد عاشق شده، حالا در دوران عاشقی به واسطه عاشقی کارهای خلاف آمده عادت ازش خواستن کرده، ولی زندگی مولانا نبوده، ولی زندگی حافظ بوده، سرکله زدن در دربار شاهان، درس دادن به بچه های شاهان، درس دادن به خود شاهان. کسی که حافظ قرآنه یعنی این که تمام دروسی رو هم که خونده قدر مسلم به نهایت کفایت میدونه و میتونه معلم خوبی باشه برای همه این عمرا و وزرا. به هر حال داشتم زندگی حافظ رو میگفتم. حافظ در دوران 20 چند سالگیش در دربار ابو اسحاق بوده، ابو اسحاق اینجو که نهایتاً مبارزدی میاد و اون رو سرنگون میکنه. پس حافظ این شخصیت دوگانی که داره و همه رو حیران میکنه به خاطر اینه که هر دو طرف قضیه رو دیده، دیده که در مجلس شاهان مطرب و یار و نگار و اینها هستن، اسباب شرابخواری هم هست و او هم هست اونجا. کسی تا الان ادعا نکرده که حافظ هم خودش شرابخوار بوده، ولی از تمام ریزکاری‌هاش خبر داره و اینکه گاهی اوقات به غلط واژه رند رو برای حافظ به کار میبرن که بگن حافظ رند و زیرک بوده، یه جوری از شرابخواری گفته که ما فکر کنیم که داره از عرفان صحبت میکنه، یه جوری از عرفان صحبت کرده که ما فکر کنیم داره در مورد شرابخواری، این نگذاشتن به حساب رندی های حافظ. واقعیت قضیه اینه که این گونه نیست. رندی در مکتب حافظ به معنی حق بازی نیست، رندی به معنای عاشقی است و لغت اختراعی حافظ هم نیست و هر جا شما رند در دیوان حافظ میتونین ببینین میتونین به جاش بذارین عاشق. خودش هم میگه عاشق و رندم و میخاره با آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش داره. عاشق و رند و مست در فرهنگ حافظ یکیست. عاشقیست که مانند رندان که همه چیزشون آشکار بوده و به اصطلاح رو بازی میکردن، حق بازی نمیکردن، عشق حافظ و مستی حافظ هم یک چیز آشکاری بوده. حالا به هر حال، ولی حافظ از یک طرف درگیر دنیاست و از یک طرف هم درگیر دروسی که خونده از قرآن و تفسیر و تصوف و اصول و فقه و این چیزها. خب حالا شما خودتون تصور کنید در یک جهانی که با دو تا چیز نسبتا متضاد سر و کار دارید. خب اینجاست که اون ماهیت برزخی و انسانی حافظ آشکار میشه و در سر تا سر اشعارش موج میزنه که یک روح انسانی است با یک جسم خاکی، یک عالم ملکوت الوی است با یک عالم نسبتاً حیوانی. خب و این روح در این جهان سرگردان، گاهی به این سمت گاهی به اون سمت، و خیلی ها اشعار حافظ رو به دو دسته عارفانه و عاشقانه تقسیم میکنن که عشقها مخاطبش عشق زمینی است، همطور که گفتن 140 تا شعر فقط برای شاه شجاع گفته، همش هم عاشقانه است. یعنی فکر نکنید که شعر مدح همینطور علکی گفته، نه، شعر عاشقان است و واقعا هم دوستش داشته به عنوان یک انسان. خب از اون طرف هم بسید اشعاری هست که عارفان است. حالا چرا بایستی حافظ شعر عارفانه داشته باشه؟ شعرهای عاشقانه حافظ معلومه، یعنی وقتی حافظ یه شعری میگه که داره یک نگاری رو ستایش میکنه، بهش عشق میورزه، ما دچار مشکل نمیشه. بله زیباست و دلش رفته و دوست داره که باهاش بیشتر وقت بگذرونه و مثل سرو و گل و اینهاست، اینها هیچ مشکلی نداره، میخونیم حالا میکنیم. ولی یه جایی حافظ از یک عشقی صحبت میکنه که هرچی ما بیشتر میخونیم کمتر سر در میاریم،
مختصاتی داره که با این تجارب عشقهای روزمره و زمینی ما جور در نمیاد. اینجاست که ما باید بفهمیم که این عشق عارفانه داستانش چیه. من یه نمودار دیگری رو بهتون نشون میدم. این نمودار تاریخ تصوف در ایران هست که خیلی گویاست که چه اتفاقی افتاده در زمان قبل از حافظ تا برسیم به حافظ. یک دیده نسبتاً خوبی به ما خواهد داد. اجازه بدیم باز من صفحه با شما شیر بکنم. این نمودار رو میبینیم. ببینید در قرن هفتم میلادی حضرت محمد به دنیا اومده، اسلام آورده که میشه قرن اول هجری و اسلام حاکم شده. 30-40 سالی خلفای راشدین بودن، 100 سالی امویان بودن، 100 سالی عباسیان به طور مطلق در ایران حاکم بودن. بعد ایران میفته دست طاهریان و صفاریان و علویان و سامانیان و آل بویه و آل زیار و غزنویان و سلجوقیان، ولی هنوز اون خلیفه عباسی توی بغداد سر جای خودش هست. بعد باز خوارزمشاهیان میان و هنوز خلیفه عباسی هستن. که مغول حمله میکنه به ایران و به همه جا در است، همه جا رو میگه، تمام اقالیم رو اشغال میکنن در منطقه ایران و آسیای صغیر و عراق و شامات و اینها. و یه خود اوائلش هنوز باز عباسیان هستن تا اینکه هولاکو میاد و نهایتا عباسیان رو سرنگون میکنه. و نواده های مغول که خیلی آدم های خوبی بودن، از غذای ایران دوستن بودن، فرهنگ دوستن بودن، در جاهای مختلف حکومت میکنن در ایران تا اینکه اونها هم سرنگون میشن و ایران تا یه مدتی میفته توی حکومت های ملوک و طوایفی که زمان حافظ همون زمان بوده. اینکه گفتم آل اینجو و آل مظفر و اینها، چوپانیان، آل جلایر، اینا جاهای مختلفی ایران ملوک و طوایفی بوده. و حافظ نه تنها 7 شاه عوض کرده، 3 دوره سلطنتی هم عوض کرده. ایلخانیان رو دیده، دوره ملوک و طوایفی رو دیده و اون قسمت بعدی تیموریان هم که در اصل زمانی که حافظ فوت میکنه تیموریان حاکم تمام سرزمین های ایران بودن. حالا این رنگای عمودی که میبینین دوره های مختلف شاهنشاهی و فرمان روایی در داخل ایران هست. حالا من اونو خیلی باش کار ندارم، هدفم تاریخ تصوف. حضرت محمد آمده یک کتابی آورده به اسم قرآن. این کتاب با مردم خودش کانکت کرده و بهش ایمان آوردن. در این کتاب مردم به تقوا و زهد و اعراض از دنیا تشویق شدن. یه دی این رو خیلی جدی گرفتند و زاهدان خیلی خیلی عمیقی شدن. اینقدر زهد پیشه کردن که درشون یه سری ملکات معنوی پدیدار شده. میگن اولین صوفی تاریخ تصوف حسن بصری است که یک انسان دانشمندی هم بوده، از قضا اهل علم و مدرسه و تعلیم و تربیت. خود پیغمبر رو درک نکرده ولی از گروندگان به اسلام بوده و شروع کرده به زهد و تقوا و آموزش اینها و یه سری ملکات و جذبات و اون حالاتی که صوفیان بهش دوچار میشن داشته. خیلی هم معروف بوده، خیلی هم شاگرد داشته. بعد از او یک خانومی است به نام رابعه بصری که این هم جز صوفیان درجه یک صدر اسلامه. بعد در اواخر اقتدار عباسیان سرکله بزرگان ایران پیدا میشه. یعنی بعد از اون 2 قرن سکوتی که در ایران حاکمه تا بیاد اسلام جایگزین بشه و همه مقاومت‌های ایرانی ها سرکوب بشه و اینها، میبینید که هیچ ایرانی در اون فاصله زمانی نه دانشمندی، نه شاعری، نه فیلسوفی، هیچی نیست. به قول دکتر زرینکوب 2 قرن سکوت بر ایران حاکمه. بعد شروع میکنه، ببینید بایزید بسطامی پیدا میشه. بایزید از بزرگان متصوف است.
که تمام صوفیان و عارفان بعد از او به او استناد میکنن. اینها هم اکثرشون از ناحیه خراسان برخواستن، یعنی ایرانی خالصن. بعد از او حلاج، اینایی که سبزن رو من مخصوصا سبز گذاشتم که یه جوری اون خصلت عرفانی قضیه رو نشون بده، بایزید حلاج، ابو سعید ابوالخیر، بعد بابا طاهر اوریان، سنایی غزنوی است، عطار، مولوی و سعدی هستند که تقریبا همزمانن، و بعد حافظ. یعنی میبینید که چجوری این جریان تصوف که از زهد شروع میشه و هی شاعرانه تر و شاعرانه تر میشه، موقعی که به سنایی میرسه واقعا غزلهای زیبای شعر فارسی اختصاص پیدا میکنه به مفاهیم عرفانی، در عطار به اوج خودش میرسه، عطار 100,000 بیت شعر داره و در اصل عرفانی ایرانی رو یه جوری کلاسه میکنه که از دلش مولوی و عراقی در میان. در موازات این تفکر زاهدان عارفانه یک جور غزل عاشقانه هم شکل میگیره که اوجش رو ما در سعدی میبینیم. یعنی سعدی و مولوی خب همزمان بودن، ولی سعدی شاعر عاشقانه گوست و تا حدی عارفانه، مولوی دیگه عرفان مطلق. حافظ میراثدار همه این هاست. حالا قبل از او رودکی هست، فردوسی هست، خیام هست، و از دانشمندان هم ابن سینا، غزالی، سهروردی، ابن عربی، اینها تمام کسانی هستن که تصوف و عرفان رو فیلسوفانه کردن. یعنی ابن سینا برای تصوف فلسفه نوشته، غزالی همینطور، سهروردی همینطور. یعنی اون اندیشه‌ای که از زهد و اعراض از دنیا شروع شد با حکمت و شعر آمیخته شد و همینطور هی تکامل پیدا کرد، به زمان حافظ که رسید ترکیبی است از عرفان و غزلیات عاشقانه زمینی. این ادبیات صوفیه رو اگر ما متوجه بشیم، خود در فهم شعر، در فهم عشق در شعر حافظ راحت‌تر می‌فهمیم که جریان چی. خب حالا چیه این داستان تصوف؟ پیغمبر مگه چی گفت که این همه صوفی بعدش زاده شدن؟ تازه من بزرگانشون رو ذکر کردم، اگر من خواستم همه رو ذکر بکنم تمام این صفحه پر میشد. کسانی که شخصیت‌های برجستن زمان حافظ، تعداد خانقاها در ایران اصلا باور نکردنی بوده، مثل کلیساهایی که الان ما توی آمریکا و کانادا می‌بینیم، سر هر کوچه یک کلیسا هست، زمان حافظ سر هر کوچه یک خانقاه بوده. یعنی جا افتاده بود توی اون جامعه ایرانی زمان حافظ. چی بوده داستان که یه دی صوفی شدن؟ که شاید اصلا فتح باب صحبت من در رابطه با عشق اصلا همینه. در قرآن یک داستانی هست از خلقت آدم که خب توی تمام ادیان ابراهیمی هم هست، در یهودیت هست، در مسیحیت هست، و اون داستان اینه که خداوند انسان رو آفرید، در بهشت روح خودش رو درش دمید و گفت برین در بهشت با حوا حال کنین، ولی به این درخت به خصوص نزدیک نشین، اگر که از این درخت به این درخت نزدیک بشین کلاتون پس معرکه است. ولی شیطان به دلایلی اومد و آدم رو فریب داد که اون درخت رو بخوره. درخت رو که خورد، حالا گندم بود، سیب بود، هرچی که بود، آدم از بهش رانده شد، از کار خودش پشیمون شد، گریه زاری کرد. خدا گفت که حالا که گریه کردی و زاری کردی میبخشمت، ولی باید بری زمین، اگر کار خوب انجام دادی برات میگردونم به بهشت. این داستان خلقت عالم در قرآنه، واقعا به همین خلاصگی است که من بهتون میگم. یعنی وقتی آیات قرآن رو شما میخونید در مورد خلقت آدم، در همین حد، بیشتر از این نیست. خب یه دیگه ظاهر این عبارات رو دیدن، گفتن خب اوکی، ما رو اینجوری آفریده، باید کار خوب بکنیم تو برگردیم به بهشت دیگه، اگر نمیریم به جهنم. خیلی ساده. این جماعت متشرعن،
که میگن ما باید این رو بکنیم این رو نکنیم تا اینکه رستگار بشیم و بریم بهشت. صوفیان در این داستان قرآن اومدن و متوجه یک نکته ای شدن، گفتن که این داستان با عقل جور در نمیاد، یه چیزی از بشر توی این قضیه پنهان شده. و هم اینه که شیطان مگه از ملائکه درگاه خداوند نبود؟ چطور تونست حرف خدا رو گوش نکنه و در مقابل آدم سجده نکنه و بره آدم رو گول بزنه؟ اینا متوجه شدن که یک رازی توی این داستان هست و این راز این بود که این قصه ها همه سناریو بوده که خدا چیده، یعنی کاری کرده که مخصوصا شیطان در شرایطی قرار بگیره که بره آدم رو بفریبه که این آدم از بهشت رانده بشه. چرا؟ برای اینکه عشق شعله بر بشه. این چیزیه که صوفیان میگن، یعنی میگن از سر اختیار آدم نبوده، بلکه خداوند یک چنین نقشه‌ای رو برای آدم کشیده و برای شیطان. حتی شیطان هم احساس میکنه که تو این ماجرا گول خورده و به خاطر گولی که خورده از خدا میخواد که بهش اجازه فریب آدم رو بده و میده خداوندی که برو بشریت رو فریب بده. حسن صوفی که گفتم صوفی اوله، اصلا یک کتاب، یک مقاله داره به نام ابلیس نامه، یعنی میاد در ستایش ابلیس می نویسه. این که ما هنوز هم بیدی شیطان پرست در ایران داریم و همه فکر میکنن که چه آدم های بدی هن شیطان رو می پرستن. نه، شیطان رو معتقدن که عاشق اول بوده، یعنی اولین کسی بوده که حاضر نشده به خاطر عشق به خداوند در مقابل آدم سجده بکنه. گفته آدم کیه؟ من عاشق تو هم، چه در مقابل این سجده بکنم؟ ولی به هر حال گول خورده از سناریویی که براش چیدن و رفته این کارو کرد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند موقعی که انسان رو آفرید از سر عشق این کارو کرد. هر خالقی مخلوقش رو دوست داره، انسان رو هم خیلی در شرایط خاصی آفرید، خودش با دست خودش با گل آفرید، روح خودش رو درش دمید، عاشقش بود. انسان هم همین که به قول عرفایی عطسه‌ای زد و روح درش بیدار شد و فهمید که موجودی شد، چشش که به خدا افتاد، اونم عاشق خدا شد. ولی از اونجایی که تا ماهی در آب است متوجه آب نیست، خدا گفت که برای اینکه عشق تو رو من شعله ور کنم، تو رو از بهشت میندازمت بیرون تا تازه بفهمی مزه عشق چیه. و این ادبیات در سر تا سر ادب، این فهم از داستان در سر تا سر ادبیات عرفانی و صوفیانه ما هست. اینه که عشق در فرهنگ عرفانی یعنی این که آقا جان ما رانده شدیم از بهشت، روح انسانی از روح الهی فاصله افتاده، یه فراقی ایجاد شده، این فراق درد ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه. برای اینکه بشر دوباره این مسیر رو برعکس طی بکنه بایستی زجر بکشه تا دوباره با روح الهی یکسان بشه. و این قصه انسان عبارت است از قصه عشق، یعنی عشق عرفانی که همه میگن عشق عارفانی، عشق عارفانی این نیست که یه خدایی اونجا هست و چقدر خوبه و زیباست و فلان اینها ما عاشقش هستیم و براش عشق شاعرانه و عارفانه میگیم. نه، این نگار شما رو از محضر خودش پرت کرده بیرون. چرا؟ برای اینکه عاشق تر بشی. به خاطر همین معشوق نامهربانی جلوه میکنه در ادبیات ما. شما وقتی غزلیات حافظ رو میخونین هی میبینین که چرا اینقدر معشوق حافظ باهاش بد رفتاری میکنه، چرا اینقدر ناز و غمزه میاد، چرا اذیتش میکنه. اگر ندونید چه اسطوره‌ای نه تنها بر شعر حافظ بلکه بر تمام فرهنگ شاعران عارف ما حاکم بوده و این اسطوره خلقت آدم هست و این داستانی که درش هست. و الان بایستی حافظ منازل خاصی رو طی بکنه تا پله پله برگرده به سمت معشوق خودش، محبوب خودش. این رو متوجه نمیشه. پس بنابراین در شعر، در عشق عارفانه چند تا المان هست که من این المان ها رو ذکر میکنم و با خوندن یک غزل از حافظ این بحثم رو به پایان میبرم. یه خورده
داره سرعتش میره بالا ولی چاره نیست. این المان ها عبارت است از این که یه عشق اولیه‌ای بوده، خالق و مخلوق خودش داشته، عشق انسان هم تا خلق شده این عشق رو داشته، ولی با وساطت ابلیس و ارتکاب اون گناه اولیه که بهش میگن گناه ازلی، این از بهشت و عالم ملکوت رانده شده، توبه انسان پذیرفته شده، ولی یک فراق عظیمی ایجاد شده و انسان با طی طریق، هم راه طریقت که میگن، با زهد و عبادت و ریاضت و ترک انانیت و نفس و خالید کردن دل از هرچه غیر محبوب، بایستی برگرده به اون اصل خودش و که جوار قرب الهی است و یکی شدن با معشوق یا فنای در معشوق یا هر چیزی که میگن. این قصه عرفان ماست. حالا در این خلال، یعنی در این طی منزل، صوفیان به خاطر این عبادت ها و زهد ها و گوشه نشینی ها و گریز از خلق و فوکوس لیزری که میکردند روی به دست آوردن دل خداوند، دوچار یک حالات به خودشون، به قول خودشون میشدن، یک جذبه های عرفانی، یک نورهایی برشون عارض میشده، یک تصاویر خیالی میدیدن که اینها رو اینها رو مست میکرد. یعنی وقتی شما تصور بکنید، نمیدونم کدومتون اهل مدیتیشن زن و تی ام و اینجور داستان ها هستین، وقتی که دادم در اعماق مدیتیشن میره و سلسله افکارش به طور کامل متوقف میشه، یا یک جهان دیگری پدیدار میشه که قوانینش فرق میکنه، شما هستید، میبینید، حس دارید، ادراک دارید، ولی قوانین برش دیگه جور دیگری حاکمه، احساس میکنید در یک دریای شناوری، دریای آرامش. این صوفیان ما با ریاضت ها و تزکیه ها و گوشه نشینی ها و چله نشینی ها و اینها به این حالت ها میرسیدن و مست میشدن. خب تصور بکنید که شما یک بار دوچاره ای مستی بشید، مگه دامن این قضیه رو ول میکنین دیگه؟ نه، ولی اشکالش اینه که متاسفانه دائمی نیست. بعد از این مدتی باید برگردید به زندگی خاکی جسمانی اینها، و اون دردی که در عرفای ما هست همینه که این لحظات حال عارفانه موقت و کامل نخواهد شد، و نخواهد شد تا اینکه شما به مرتبه فنا افلاق برسید که دیگه اون چه مرحله ایست خدا میدونه. به هر حال این عشق ازلی است و تجربه که شما میکنید، این نگار که میبینید، این نورها که میبینید، هر کدوم از این چیزی ازش یاد میکنن، یه دی نور میگن، یه دی یه تصاویر خیال انگیز میبینن. ما که اون عشق ازلی که آدم موقع خلقتش کشف کرد رو به اصطلاح تجربه کرد که ندیدیم که، ولی اگر در یه سری تجارب عارفانه با یک سری شهودهایی، درون بینیهایی به چنین حالتی برسیم، باورمون میشه که بله، این عشق ازلی که اینها میگن بود و هست و خواهد. پس بنابراین بایستی در این مسیر حرکت کرد. معتقدن که اگر میخواین در این راه موفق بشین، بایستی حتما یکی راهنماتون باشه توی این مسیر، که داستان پیر در ادبیات ما باز میشه، که در ادبیات حافظ پیر مغان هست و که اون خودش یک داستان دیگریست، میشه ساعت ها در موردش حرف زد. پس عشق عارفانه تجلی چهره یار توش هست، مستی بخش هست، درد فراق داره، بیمهری یار داره، توفیق الهی هم میخواد، چون همه کسی به این تجارب نایل نمیشه. حتی همین مدیتیشن معمولی ما، 100 نفر میرن توی دوره، ولی 7-8 تاشون اون احساس جذب در اون عالم به خصوص رو درک میکنن، و هر حال یه استعدادی میخواد. گریز از خلق درش هست، عادتهای عرفی معمول اجتماع رو شما بستی زیر پا بگذاری، به خاطر اینکه وقتی مست شدی، خراب شدی، دیگه عرف نمیتونی نگهداری. آدمی که توی این حالاتی دیگه اصلا عین خیالش نیست که حالا نماز بخونه نخونه، یا اینکه نمیدونم لباس چی بپوشه. طعن اطرافیان رو داره، مرتب ملامتت میکنن،
و از همه بدتر تکفیر و شکنجه و زندان و اعدام هم داره. حلاج رو بردار کردن، چی کار کرد مگه؟ در اون حالتهای جذابه مستانش چیزایی گفت که با عرف اجتماع فهم عمومی مردم تطبیق نداشت. سهروردی رو به خاطر اینکه تصوف رو فرمولایز کرد در 30 سالگی کشتند، در صورتی که او هم برای خودش یک نابغه‌ای بود که واقعا همتا نداشت تا الان. و این عشقی است که بیشتر جاهاش با عشق رمانتیک جور در نمیاد و شما وقتی که شعر حافظ رو با دید رمانتیک عاشقانه میخونی یه جایی دوچار سردرگمی میشین و میگین که نه این بیتش خوشم نمیاد، اینو ولش کن میپری. یا مثلا فرض کن وقتی ورق میزنی شعر رو میخونی میگین که نه برم سراغ غزل بعدی و جور در نمیاد، دوچار سردرگمی میشه که معشوق حافظ کیه که گاهی هست گاهی نیست، گاهی از دست شاکی گاهی سرخوشه، انگار که همه عالم به کام میشه، بعد توی غزل دیگه دیده خونبار داره، داره همینجور شور و شور گریه میکنه. چه معشوقی است که قصد آزار حافظ داره، ولی باز حافظ مشتاق اوست و مشتاق کمالخانه ابروی اوست. اینه که این تجربه عاشقانه عارفانه با تجربه عشق زمینی جایی فاصله میگیره، ولی همین هایی هم که گفتم یه قسمت هاییش هست، یعنی مثلا این درد فراق توی اکثر عاشقان هست تا بیان به عشق خودشون نایل بشن. حالا به هر حال این داستانیش که من میخواستم در مورد عشق عارفانه که در به اعتقاد من در دیوان حافظ غلبه داره. دیروز خواستم یک تقسیم بندی انجام بدم ببینم که واقعا از اشعار حافظ چقدرش لاغت به نظر من عرفانی میاد، چقدرش عاشقانه و زمینی میاد. این شیت اکسل رو درست کردم، هر جا که عشق در حافظ بود رو گذاشتم توی یه ستونی، همینطوری برای کنجکاوی خودم. در این ستون اونایی که با این اسطوره عرفانی جور در میاد، اینایی که نمیشه بهش رنگ و بوی عرفانی داد، و میبینم که واقعا غلبه بر اشعاریش که در این قصه می گنجد لاقل از نگاه من. و خب وقتی من از این به بعد حافظ می خونم به طور اوتوماتیک این تقسیم بندی تو ذهنم انجام میدم. اگر شما بدونید چه غزلی چه انتظاری دارید بیشتر ازش لذت میبرید. این یک اصل مسلمی است و حافظ شناسان بزرگ هم این رو گفتن که حافظ رو بدونید که شعرش بعضیاش عارفانه است، بعضیاش رندانه است، بعضیاش عاشقانه است، و تمیز بدید به اینا که قاطی نکنید توی خوندن شعر حافظ و اونجوری که دلتون میخواد بهره نبرید. خواستم این رو با شما در میون بگذارم. در آخر این شعر اول دیوان رو براتون میخونم و به صحبتم خاتمه میدم که میگوید الا یا ایها ساقی ادر کأسا و ناولها، ای ساقی به من جامی بده باده ای بده که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اول کجا بود؟ اول همون روز اول که داشتم عاشق می شدم، نمی دونستم که این دریا چه موجی خونفشان دارد. به بوی نافه ای کاخر سبازان تر بکشاید ز تاب جعد مشکینش، چه خون افتاد در دل ها. یه به خاطر یک بوی معطر نافه ای که در زلف یار هست و قراره که سبا بران بوزد و این رو به مشام ما برسونه، چه خونها در دلها افتاد. حالا چه در دل ما چه در دل اون آهویی که میدوندنش برای اینکه این نافه بیشتر پخته بشه و بوی بیشتری بده. که این باز اشاره به اون لحظه هاییست که اون بوی خوش به مشام حافظ میرسه در این مشکلات و دردها. این به اعتقاد خیلی همین جذبه هاییست که حافظ هم تجربه کرده. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. یه من توی منزل جانان هستم، خب منزل عاشق، ولی امنیت نداره این عیش من، به خاطر اینکه مرتب این کاروان میخواد بره، زنگ میزنن میگن که پاشو بریم. این
در کدوم تجربه عشق زمینی هست که شما برین تو خونه معشوق اصلا راهتون بده، ولی یه کسی بگی که وقتی رفتنه، که باز میگن این حکایت همون لحظه ها و حال ها و جذبه های عاشقانه است که تجربه میکردی و همه میدونستن که یک حالت موقتی داره و بعد از توش بیان بیرون. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. پیر مغان پیر حافظه، آدم حقیقی هم نبوده، اونم یه شخصیت اسطوره‌ای حافظ سازه. میگه که تو در این طریقت بایستی زهد و به اصطلاح مستی رو با هم دیگه ترکیب بکنی، در از زهدت رو به مستی بیالایی که چی بشه؟ که مورد اعتراض قرار بگیری، ملامت بشی. چرا ملامت بشی؟ به خاطر اینکه تو اگر فقط به سجاده فکر بکنی دچار یک غرور زاهدانه میشی که این مخل راه طریقت هست. سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها، این منزل هایی که تو باید طی بکنی تا به اون جوار قرب الهی برسی، یکی از منازلش همینه که تو از خودکامی در بیای. بلافاصله در بیت بعدش اشاره میکنه همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها. و به این مقام هم رسید، گفتم آدم عاشق ناخواه دچار بدنامی میشه و این بدنامی در طول غزلیات حافظ همینطور موج میزنه که ظاهرا یکی از وسایل رسیدن به اون مقصود هست. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. شب تاریک، دریاست، طوفانه، اینا چیست؟ اون لحظاتی است که این روح جدا افتاده است، این اتصال قطع، کانکشن برقرار نیست. و کسانی که پا در مسیر عشق نگذاشتند این قصه رو نخواهند فهمید. اونایی که رسیدن میدونن، ولی اونایی که نرسیدن میگن حافظ چشه این گریه، این راز نیاز، این تقلا، این همه گرفتاری مال چیه؟ میگه که بایستی عاشق باشی تا بفهمی که جریان از چه قرار. که بعد آخرش هم میگه که حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. اگر که ناراحتی از این که این اتصالات همیشه برقرار نیست و همین جور هی قطع میشه تو به درد میافتی، چارش اینه که همیشه حاضر باشی، از او غایب مشو حافظ. متا متلق من تهوا دع دنیا و اهملها. وقتی که رسیدی به اون چیزی که علاقه داری، اون چیزی که دنبالش هستی، دنیا رو بگذار و بیخیال دنیا باش. به هر حال این چیزیست که من میخواستم در مورد یک نگاه به عشق که گفتم، شوی گفتم نگاه، نمیتونم بگم من، نگاهیست که فعلا بنده نسبت به شعر حافظ دارم و یه خورده حافظ رو برای من خواندنی تر کرده. یعنی قبلنها وقتی میخوندم و به یه جاهایی میرسیدم گفتم چیه جریان، چرا من نمیفهمم حافظ چی میگه. یک کلیدیست که به دست آدم میره برای این داستان. من چند تا کتاب هم معرفی میکنم برای دوستانی که علاقه من هستن که خود به عمق این مطالب پی ببرن. این مطالبی که من گفتم رو از چند تا کتاب شما میتونین ببینین. یک کتاب استاد بی‌نظیر ادبیات فارسی عبدالحسین زرین‌کوب به نام از کوچه رندان، کتاب فوق‌العاده است برای فهم حافظ. دیگر کتاب ارزش میراث صوفیه از هم ایشون، از دکتر زرین‌کوب، که نشون میده که این صوفیه در تاریخ ادبیات ایران چه کردن و روی چه چیزهایی تأثیر گذاشتن. دیگر کتابی است به نام گمشده ی لب دریا از دکتر تقی پور نامداریان، کتاب فوق‌العاده است. بهتون توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید که بی‌نظیرترین کتابی است که من در مورد حافظ شنیدم.
خوندم و کتابی است که بر چندین بار خوند تا ایشون به خاطر تسلطی که به فلسفه اشراق داره خیلی قشنگ این مفاهیم عرفانی که در ادبیات ما هست رو باز میکنه. کتاب دیگر که یه خود نسبت به این کتاب ها متأخرتره، جدیدتره، کتاب عرفان و رندی داریوش آشوری است. یه کتابی است که شاید 10-12 سالی است که نوشته شده و این داستان اسطوره خلقت رو با یک نگاه بین متنی، یعنی متنای همزمان حافظ از نرساد العباد و کشف الاسرار و اینها و منطق طیر عطار و اینها رو کنار هم چیده که توضیح بده که این لغتایی که حافظ به کار میبره از کجا اومده. نمیشه که آخه آدم هم توی یه لغت اختراع بکنه، که حتما این جایی بوده. این لینک ها رو برقرار کرده. و کتاب دیگری است به نام درس حافظ از دکتر محمد استعلامی که ایشون ساکن مونترال است. او هم از حافظ شناسان درجه یک است. این مطالبی که من گفتم یه جورایی در همه این کتاب ها دیده میشه، یعنی اگر دوستانی که درش تتبعی بیشتری بکنید اینجا هست. خیلی عذر میخوام، رد شد از اون یک ساعتی که میخواستم، ولی دیگه تخت گاز رفتم که بشه تمومش کردیم. بس دینا جان دیگه اینا. علی جان واقعا خسته نباشی. اولا اگه ممکنه اسکرین رو برام باز کن که باز بیشتر ببینیمت. خیلی زحمت کشیدی. من کاملا به قول معروف همون حرفی که اول برنامه زدیم، خوشحالم که اینو ضبط کردیم و برای ما مطالب انقدر، برای من شخصا انقدر فشرده بود که حتما دوباره گوش میکنم. خیلی آموختیم و واقعا خسته نباشی. خیلی از این همه امیدوارم که قابل استفاده باشه. یه خورده زیادی تند شد، ولی هرچی به ساعت نگاه میکردم دیدم که من از ساعت عقب. خیلی ممنون. خیلی دست بخیر. اوکی فرام دینا جان، ما یه مقدار دیرتر شروع کردید. خب پس یکی دو نفر به نظرم میاد که سوال دارن. آیا شما فرصت دارید که ما 5 دقیقه آنتراک بدیم؟ چه بدونم یه کافی بیارن، یه جای عوض کنن و بعد سوالاشون رو پاسخ بدیم. 100% 100%. خود آقای تهرانی هم یه نفسی تازه کنن واقعا. بله خودشون هم هستن. بعد هر دوست دارم نفسم تازه میشینه که نفسم. پخش کنین که بکنین، اگر نه من میتونم از همین الان به سوالات بپردازم. من با اجازهتون یه دونه موزیک ویدیو کوچیک فکر میکنم از همایون شجریانه براتون میذاریم که بازم از متن حافظ این برنامه تهیه شده. امیدوارم که دوست داشته باشین و یک نفسی تازه کنیم همگی برگردیم. بسیار عالی. فقط به من بگین که آیا میبینین موزیک ویدیو؟ صدا اومد ولی تصویر نمیدن. یه بار دیگه برگردی رو تصویر الان نه. بله بله. Don't miss a chance.
خیلی خیلی متشکر. و من از آذر جون شما ادامه میدین. لیلا جون سوال دارن؟ اگه برنامه اینه که خود بچه ها خودشون مستقیما سوالاشون از شما بکنن. علی جان، البته لیلا زحمت کشیده بود و تایپ کرده بود سوالشو. لیلا جون میتونی خودت سوالتو مطرح کنی؟ فکر کنم دست اولتر میرسه به دستشون. خواهش میکنم. خیلی ممنون. اولا که خیلی ممنون از جلسه بسیار قشنگ، بسیار بسیار لذت بردیم و خیلی هم ممنون از کلام شیرین شما. حالا دقیقا مربوط به صحبت امروز که عشق بود نیست، ولی شاید هم هست. من صبح داشتم یک کتابی رو میخوندم و ترجمه این شعر حافظ که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی توش بود به انگلیسی، و دیدم که بیت آخر رو که در مورد خاک درگاه اهل هنر هست ترجمه کردن اهل هنر رو به who can see، ولی به نظر من یه ذره کم لطفی اومد. به نظرم اهل هنر خیلی بالاتر از اون کسیه که ببینه. البته دیدن خودش خیلی بزرگه، ولی یه جورایی به کمال رسیدنه. ولی میخواستم که قبل از اینکه خلاصه خیلی کریان بکنم با ذهنیت خودم، نظر شما رو هم بدونم. خیلی ممنون میشم. هنر هم یکی از لغاتیه که کاربرد امروزیش با کاربرد زمان حافظ فرق میکنه. ما هنر رو الان به عنوان آرت میشناسیم، موسیقی و نقاشی و انواع و اقسام هنر. هنری که حافظ به کار میبره به معنای فضیلت، به نام ویرچو، و همیشه هم در مقابل عیب آورده. یعنی عیب یعنی نداشتن یه چیزی، هنر یعنی داشتن یه چیزی، که همیشه منظور حافظ از چیزهای مثبت و خوب هست. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، منظورش موسیقیدانان و نمیدونم اینها نیست، منظور کسانی که اهل فضیلتن. و اینجا هم گر در سرت هوای وصال است حافظا باید که خاک درگاه اهل هنر شوی، میشه تعبیر عارفانش این باشه که بله، به قول شما کسی که انسانی که صاحب فضیلته، اگر تو میخوای به جایی برسی بایستی در درگاه اینا در اصل خاک باشی، بایستی در مقام اینها بر آستان اینها پای بگذاری. و خب توی فرهنگ حافظ هست، یعنی حالا به اسم پیر مغان میگه، یعنی معتقدی که بدون پیر شما در هیچ چیزی به هیچ جایی نخواهی رسید. میگن پیر حافظ، هیچ کدوم از پیرها و مرشدان عارف و صوفی زمان خودش نبودن. یعنی برخلاف تصوری دی که میگن که نمیدونم پیر حافظ پیر گلرنگ بوده، یا نمیدونم شخصی بوده، شخصی بخصوصی بوده، بل اتفاق میگن که چنین چیزی نیست. پیر مغان یک شخصیتی است مندرآوردی، یعنی ساخته دست حافظه، و به احتمال زیاد هم مقصودش خودشه. و یکی از چیزایی که شعر حافظ رو انسانی میکنه اینه که به انسان میگه که آقا جان، تو با هدایت خودت بایستی این مسیر رو طی بکنی. و البته یه جاهایی هم شکایت میکنی که من با هدایت خودم خواستم این راه رو برم و نشد. یعنی داریم چند بیت از حافظ که از این موضوع شاکی هست، ولی مجموعاً قالب ادبیاتش اینه که خلاصه بی پیر مرو تو در خرابات. و اینم فکر میکنم این بیتی هم که شما آوردین تقریبا همین کانسپت رو چیز میکنه، که وصال، که خب اگر باز بخوام بنی عارفانه چیز بکنیم، تعبیر بکنیم، بایستی همراه کسی باشه که راه رو طی کرده و اهل فضیلت است. اینم من بگم، حالا خیلی من در مورد عشق عارفانه حرف زدم، یه وقت فکر نکنیم که من منظورم اینه که حافظ عارف یا صوفی بوده، چون واقعا سر این موضوع اتفاق نظر وجود نداره. بعضی ها تمام کلمات حافظ رو عارفانه تفسیر کردن از همون قرون اولیه. ما یک کسی داریم به نام سودی
شرحی نوشته بر دیوان حافظ، فکر میکنم 100 سال بعد از حافظ بوده. تمام غزلیات حافظ رو تعریف تعبیر عرفانی کرده، یعنی این قرآن که میذارن و تفسیر میکنن، تفسیر عرفانی میکنن، این هم ورداشت حافظ و تمامش رو کلمه به کلمه تفسیر عرفانی کرده. حتی اونجایی که اسم شاه شجاع رو میاره و داره از او به صراحت تعریف میکنه، تمجید میکنه، میگه شاه شجاع منظورش همون خداونده و این منظورش این. خب یه دی اینجوری هم، یه دی هم امروزه به این طرف حافظ چسبیدن، یعنی برعکس تمام ادبیات عرفانی حافظ رو خلاصه کردن در دختربازی و نمیدونم شرابخوری و خوشباشی و دم غنیمت شماری و فلان و فلان و فلان، که انگار مثلا حافظی آدمه لاتی بوده که توی شهر میچرخیده و فقط کارش این بوده که پلاس بیفته در این میخونه و اون میخونه و بچه بازی کنه و نمیدونم دختر بازی کنه فلانی حرف. یک انسان خیلی ساده معمولی. قشنگی حافظ هم به اعتقاد من همینه که هر کسی یه جوری باش برخورد میکنه، ولی با این وجود همه دوستش داره. و یکی از دلایلی که من حالا دست گذاشتم به حافظ، خود شما ها بودین موقعی که دینا جان گفتن بیان در مورد شجریان حرف بزنی، من به این نکته رسیدم که شجریان با وجود همه ویژگی هاش محبوب همه بود، یعنی از چپ و راست و کافر و مؤمن و همه اینا دوستش داشتن. بعد یه خود خواستم کندکاو بکنم که چرا اینجوریه، بعد دیدم که از قضا حافظ هم اینجوریه، حافظ هم هر کسی هر جور دلش خواسته برداشت کرده از شعرش، ولی با این وجود همه دوستش دارن و یه جور نماد وصل در فرهنگ ماست. یعنی ما ایرانی ها میتونیم دور حافظ جمع بشیم با اختلاف نظرهای بیشمار، یعنی با 180 درجه اختلاف فاز، ولی باز هم عاشق دوست داشته باشیم و به همدی احترام بگذاریم، بگیم که آره این نقطه مشترک ماست، ما دوستش داریم، تو هم دوستش داشته باش به این دلیل به اون دلیل و غیر. چرا تهرانی؟ تعداد زیادی تقریبا هستن که سوال دارن، حالا زیاد نیست، بالاخره 4-5 نفر هستن. من توجه داشتم که قبل از اینکه اصلا این برنامه پرسش و پاسخ شروع کنیم، خانم گلی دستشون بالا بود. آیا شما سوالی دارید؟ من میدونم که شما اولویت داشتید. اگه سوال دارید بفرمایید و آقای تهرانی هم یه جوری جواب بدن که به بقیه جواب و سوالا برسید. گلی جون عزیز دلم، من براشون فقط مرتب دست میزدم، من سوالی ندارم. من فکر کنم دست رو درد نکنید. همش اولین نفر خانم محبوبه هروی هستن که سوال دارن. بفرمایید محبوبه جان. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون دکتر تهرانی. واقعا من به شخص خوب همه حتما خیلی یاد گرفتیم. و سوالی که برای من خیلی جالب بود توی اشعار حافظ، هر وقت که میخوندم راجب شاه شجاع بود، البته من شاید 3-4 تاشو تشخیص داده بودم که اسم شاه شجاع میاره، ولی شما فرمودین 124 تا شعر در وصف ایشون داره و نمیدونم این دقیق، نمیدونم این خاطرم نیست فرمودید 124 تا یا نه، ولی این تو ذهنمه. و دیگه اینکه حافظ عاشق شاه شجاع بوده و این عشق برای من خیلی جالبه، یعنی الان در واقع جدید اینو شنیدم و این در ذهنم تداعی شد که این احتمالاً آیا این عشقی مثل عشق مولانا و شمس تبریزی بوده یا نه یه عشق فیزیکیه، یه عشق عاشقانه‌ای که اشعاری که گفته، آیا اشعار عاشقانش فقط برمیگرده به شاه شجاع یا رندانش هم همینطور؟ شما فرمودید سه نوع شعر هستش، رندانه و عارفانه و عاشقانه در اشعار حافظ، آیا این عشق فقط عشق فیزیکی بوده؟ در واقع اصل سوالم اینه. بله متوجه شدم. این کسانی که به عاشقانه، رندانه و عارفانه تقسیم میکنن، عشق رو به عشق زمینی میگیرن، همین محبتایی که ما به هم دیگه داریم و حافظ به شاه شجاع داشته، اون رو به عنوان یک انسان قبول داشته، دوستش داشته، به هر حال خادم درگاهش هم بوده، یعنی توی درگاه شاه شجاع کار میکرده. حافظ مدح هیچ کسی رو به خاطر پول نکرده. یکی از ویژگی های حافظ اینه که اگر مثلا از شیخ مبارزالدین خوشش نمی اومد، براش شعر مدح نمی گفت. اگرم می گفت، چیزی می گفت، بلکه به راه بیاد، وقتی دید که این آدم حرف نشنوه، اصلا دیگه براش چی نمی گفت. شاه شجاع اینجوری نبوده. دوستش داشته، به عنوان یک دوست، با هم دوست بودن.
رابطه به اصطلاح فراتر از اون هیچ گزارشی نشده و اشعاری که حافظ برای شاه شجاع گفته توی کاتگوری اشعار عاشقان است. وقتی میگیم عاشقانه منظور همین عشق معمولیه که بنده چه میدونم مادرم رو دوست دارم برای شعر غزل میگم. خب ایشون هم شاهش رو دوست داشته، دوستش رو دوست داشته و وزیر شاه شجاع رو هم خیلی دوست داشته حافظ. شخصی بوده به نام جلال الدین تورانشاه که چندین بار توی دیوان ازش نام میبره به عنوان آصف ملک سلیمان، آصف خود جلال الدین تورانشاه، مرتب ازش نام میبره و میگن اوج اشعار عارفانه و عمیق حافظ مال زمانی که این جلال تورانشاه وزیر دربار شاه شجاع بوده. بنابراین خیلی عذر میخوام، پس رابطه‌ای که فرض کنیم مولانا با شمس تبریزی داشته در واقع این رابطه اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا چون آقای مهداد مثل این که تشریف بردن یا هستین. جناب مهداد بفرمایید، نوبت شما است، سوالتون رو بفرمایید. سلام عرض میکنم، ببخشید من یه لحظه اینترنتم قطع شد، باز خوشبختانه برگشتم. خدمت آقای دکتر همه سلام عرض میکنم، تشکر میکنم، البته بسیار استفاده کردم. ابتدا خواستم یه شعر که حالا یه کلام منظومیه که خودم در مورد حافظ نوشتم براتون بخونم، دو بیت، البته زیاد وقتتون رو نمیگیرم. نوشتم که شعر حافظ شکران را قند و حلوا میکنند، جان اعما را به نور عشق بینا میکنند، ای که بز در میان عشق قوقا میکنند. من یه سوالی ازتون که داشتم یا حالا یه پیشنهادی داشتم، عشق از دیدگاه شاید بزرگان ما دو جنبه داشته. یکی این که بعضیا معشوق رو یه موجودی میدیدن که هیچ توجهی به عاشق نداره، عاشق خودشون میکشه و که بهش برسه اما هیچ نگاه و نظری به فرد عاشق نداره و این یک رابطه یک سوی است که دل من ز قصه خون شد دل تو خبر نداره. اما بعضی ها شاید مثل مولانا این رابطه رو دو طرفه بدونن که مثل یه جذبه‌ایه که اول بوی اون آهو میاد ما رو مست میکنه و میکشه سمت خودش، در حقیقت به قول خودمون اومد لبه بون قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودش نشون داد، یه مثالی میگن. یعنی دقیقاً دلبری از اون طرفه که جذبه هستش. خواستم ببینم که دیدگاه حافظ بیشتر به کدوم یکی از این کاتگوری‌ها میخوره، مثلا یا تو این شعری که تفاوت دیدگاه ها رو خواستم شما بفرمایید، یا همین شعری که الان خوندین که عشق اول که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، دقیقا شاید عکس این نظر رو مولانا داشته باشه که میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. یعنی اون عشق رو اول بسیار آسون و جذاب و دلربا میبینه، آدمو میکشه، بعد با مشکلاتش برخورد میکنه، در صورتی که مولانا دقیقا برعکسش رو میگه که میگه اول یه چیزیه که خونخوار میاد و آدم اصلا به سمتش نمیتونه بره تا نامحرما غریبا نیان به سمتش. این تفاوت دیدگاه حافظ با دیگران به چه سوی، یعنی حافظ از کدوم دید این قضیه رو نگاه میکرده؟ البته میدونم که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل مانم ازم. خیلی ممنون از لطفتون. بله خواهش میکنم، ممنون از محبتتون و شعری که خوندین. شعر عشق حافظ و مولانا واقعا خیلی قابل مقایسه نیست، یعنی دو جور مختلف کاملا و از این جهت بهتون کاملا حق میدم. یه نقاط مشترکی داره ولی حافظ خیلی تحت تأثیر مولانا نبوده و این عشق که میگیم که دو سویه است، حافظ اینو درک کرد و اینم حاصل ادبیات و مولانا هم همینطور، یعنی از آیه قرآن هم سرچشمه گرفته. توی قرآن هست که یه آیه هست که میگه که قومی میآیند که یحبهم و یحبونه، که خدا رو دوست دارن و خدا هم اینها رو دوست داره و این دو تا کلمه که توی قرآن هست این تقریبا میشه گفت شده شعار عارفان که بله خدا ما رو دوست داره ما هم دوستش داریم. این برخلاف شعار زاهدانه. زاهدان معتقدن که خداوند جبار است و قهار است و انسان رو آفریده و با
باستاده اونجا با چوب دستی، اگر که تو کار خوب نکنی میزنه تو سرت، بعدم میندازت توی جهنم. اصلا علاوتی از حب و محبت و عنایت و توجه اینها نیست، چه برسد به عشق. ولی حافظ به طور غالب توی غزلیاتش موقعی که داره از عشق عارفانه صحبت میکنه اشاره به عشق خدا به بندش هم میکنه، مثل همه عارفان. از این نظر حافظ و مولانا با هم اختلافی ندارن. ولی در مورد اینکه عشق حافظ اول نمود مشکل ها، به قول شما عشق مولوی اول نمود آسان بعد مشکل شد، مولانا بله معتقده که عشق از همون اول خونی بوده. حالا اینکه چیه، اینم باز دوباره بحث دور و دراز درش هست که تفاوت های عشق مولانا با حافظ رو بشکافیم، ولی واقعا با هم فرق میکنه. با ادبیات مولانا به فهم شعر حافظ، به سراغ فهم شعر حافظ نمیشه رفت و برعکس. خیلی ممنون. مرسی از شما مرداد جان. ببخشید من سوال رو بردم روی صحنه. فریما جون سوال دارن خدمتتون. بله بله. با تشکر از جناب دکتر تهرانی، بسیار مطالب شیرینی رو با سخن، در واقع شیرینی سخن خودتون بیان کردید که متشکریم. سوالی که از حضورتون داشتم، جناب تهرانی اشاره کردید به دو قرن سکوت بعد از حمله عرب به ایران، که ما در این دو قرن سکوت تقریبا شاعری نداشتیم. درسته ما میگیم که عرب حمله کردن به ایران، تمدن ما رو از بین بردن، ادبیات حروف الفبای ما رو تغییر دادن، ولی یه واقعیتی است که عرب در اون زمان در ادبیات، در نجوم، در فلسفه، در خیلی چیزا از ما جلوتر بودن. و من فکر میکنم شاید بعد از این دو قرن سکوت، اگر با یزید بسطامی، حلاج، رودکی، فردوسی غیره و غیره به وجود اومدن، طبیعتاً بی تأثیر از ورود اعراب به ما نبوده و بی تأثیر از ورود الفباشون به الفبای ما نبوده. ما اگه الان حروف الفبای عربی رو از الفبای خودمون برداریم، اصلا نمیتونیم حافظ بخونیم. زیبایی حافظ، زیبایی اشعاری که ما الان داریم، به خاطر وجود حروف عربی است که در حروف الفبای خودمون داریم. یعنی نقش عرب و درست ما بیشتر به صورت خیلی منفی میبینیم، ولی به هر حال چشممونم رو بعضی از حقیقت‌ها نمیتونیم ببندیم که ورود اونها خیلی چیزا تو ادبیات ما رو دگرگون کرد، در نجوم ما، در علومهای دیگه در واقع دگرگون کرد. خواستم ببینم نظر شما چیه جناب تهرانی. والا این عربی که میگین صاحب علم و نجوم و اینها بودند، مال دوران بعد از همین دو قرن سکوته. یعنی حتی تمام اون علمای که به عنوان علمای عرب شناخته میشن، از فیلسوف و ستاره شناس و اینها، همه کسانی بودند که در داخل قلمروی ایران، چون میدونین قبل از حمله عرب به ایران در زمان ساسانیان، جغرافیای ایران از آسیای صغیر، ماوراءالنهر بگیر بیا تا سرزمین شام و روم و اینها، گسترده بود. و خب علم شکل گرفته بود، هنر شکل گرفته بود، امپراتوری شکل گرفته بود، همه چیز وجود داشت. و بر اساس روایت هایی که هست، اعرابی که به ایران حمله کردن واقعا اعرابی بودن که خیلی صاحب تمدن و فرهنگ نبودن. این حرف شما رو من قبول دارم. بعدن در اصل اعراب بودن که از ایران علم یاد گرفتن و آمیخته شد این دو به هم دیگه، و از آمیزش این دو، از آمیزش زبان عربی با زبان فارسی، شعر و ادبیاتی که ما الان داریم شکل گرفت. اگر یه خود توی تقویم تاریخ نگاه بکنین، میبینین که حکومت‌های
عربی که در سرزمین حجاز حاکم بودن یه مش عرب بدوی بودن، قبیله‌ای بود اونجا. و این روایت این که عرب با شمشیرهای زنگ زده به ایران حمله کردن یک تقریبا میشه گفت روایت غالبی است. یک مشت آدمی بودن که مؤمن بودن به یک ایمان جدید و همین ایمان جدید بود که قلوب انسان ایرانی رو جذب کرد، ولی اینکه با خودشون تمدن آورده باشن چنین چیزی نیست. هر جا که امکان تخریب آثار ایرانی داشتن رو کردن و تقریبا چیزی به جا نگذاشتن. مدتی گذشت تا اسلام یعنی سلسله امویان جا بیفته، مردم یواش یواش بهشون خوب کنن، شروع کنن به مالیات دادن، بعد انسان ایرانی احساس بکنه که چه کتاب خوبیست، مثلا حرفای خوب توش هست، بیاییم مثلا این رو با اون دانشی که از قبل داشتیم پیوند بدیم. مثلا بایزید رو اسمشو بردیم، بایزید مال سرزمین شمال شرق خراسان بزرگه. خب اینها با بودایی ها با هندوها اینها ارتباط داشتن، یعنی در اون منطقه قبل از نفوذ اسلام یک جور عرفانی وجود داشته اونجا، یک جور صوفیگری، یک جور اشراقی وجود داشته. خب وقتی اسلامیات میبینه که میشه مثلا فرض کن این دو تا فرهنگ رو به هم آمیخت، از دلش یک عرفان خراسانی زاییده میشه که درش محبت هست. این که با شمشیر اومد تو، چطور شد این مرتبه ابو سعید ابوالخیر از توش در میاد که میره مکه، ولی وقتی میبینه که مثلا فرض کن چه میدونم توی بارش یه دونه مورچه هست، برمیگرده مورچه رو تحویل سرزمین اصلیش میده، برای اینکه مورچه از سرزمین خوده. این چیزها که از شاید خارج دین، من نمیدونم، اینو بایستی واقعا تاریخ شناسان در موردش صحبت بکنن، من نمیتونم در این مورد بگم، ولی استنباط شخصی من اینه که این تفسیری که گفتم عارفان از قرآن کردن، که اون قصه ای که اول گفتم از قصه خلقت آدم رو اصلا تبدیلش میکنن به یه چیز دیگه. شما هرچی قرآن رو میخونی اصلا به عقلت هم جور در نمیاد که از خلال این آیات یه همچین سناریویی بکشین بیرون و از توش عشق بکشین بیرون، اصلا به ذهن تو خطور نمیکنه. بعد میگی خدایا چرا اینا این کارو کردن، بعد میگی که اوکی قبل از اسلام در بغداد حکومتی وجود داشته، دانشی وجود داشته، عرفانی وجود داشته. یهودیا در عرفان قبل از آمدن اسلام 2000 سال سابقه داشتن، یعنی عرفان یهودی اصلا هنوزم که هنوزه میگن سرمنشأ تمام علوم ماوراءطبیعی که ما الان در موردش حرف میزنیم. خب یه همچی دانش اونجا وجود داشته، بعدی چنین دینی میاد شروع میکنه این دین مستقر شدن و شما شروع میکنین از خارج دین، از چیزایی که از چه میدونم از تورات آموختی، میایین و با قصه های قرآن پیوند میدین، اون جاهای خالی رو پر میکنین، قصه های جدید درست میکنین، قصه های دلکش، مردم خوششون میاد و ایناست که ماندگار میشه. الان شما ببینید اسلام وارد ایران شد، ولی ما اگر بخوایم از شخصیت های بارز اون دوره صحبت بکنیم، همشون یه مش عارف هم. یعنی ستاره های آسمان دین اسلام ما، الکار به ایران هم اصلا ندارن، همشون یه مش عارف هم. یعنی کسانی که در صورت که همزمانی با حسن صوفی که به عنوان صوفی اول شناخته میشه، یا همزمانی با بایزید بسطامی، همزمانی با حلاج، این همه آخوندهای متشرعی بودن، فقهای برجسته‌ای بودن که در علم خدا بودن، ولی هیچ اثری از آثارشون در تاریخ نیست، مگر اینکه برید کنج کتابخانه‌های قدیمی بشینید کتابا رو ورق بزنید ببینید که اینا کی بودن. اون چیزی که با روح بشر کانکت کرد این دید عارفانه بود به اعتقاد من. من متواضعانه این حرف شما رو رد نمی کنم، ولی قبولم ندارم که علم و دانش و ستاره شناسی اینایی که میگین، بله ما ابن هیثم ستاره شناس رو داشتیم، الکندی فیلسوف رو داشتیم،
اینا کسانی هستن که بعد از به ثمر رسیدن دانش در ایران، یعنی حول و حوش قرون 4 و 5، همون موقعی که ابن سینا در خراسان بود، همزمانی باهاش یا یه ذره قبلش ابن رشد در منطقه عراق و شامات بود که او در اصل فلسفه یونان رو ترجمه کرد و بعد نهضت ترجمه شکل گرفت. عربی بودن زبان دانشمندان و پزشکان و ستاره شناسان و ریاضیدانان و منجمین اون دوره علامت عرب بودن اونها نیست. اینو میخوام بگم، عرب ها با خودشون قدرت و امارت و امویان که عیش و نوش و خوشگذرانی و تضاد طبقاتی و یه دیمو تردن، اصلا این تصوفی که در تاریخ ایران شکل گرفت به خاطر این فسادی بود که امویان و عباسیان داشتن در زندگی های شخصیشون. آقای دکتر تهرانی ببخشید که من شما رو قطع میکنم، یه سری از دوستان ما هم از تهران رو خطن و میخواد که بتونن اگر سوالا برنامه دیگه هست بدونیم. ما با اجازه فریما جون فکر میکنم شما جوابتون رو گرفت. بله بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر و بعدم من فکر میکنم که اگر که موافق باشی من یه سوال خصوص سوال داشتم که شما جواب دادیم، واقعا عالی و چقدر با واژه‌های جدید آشنا شدم. خود من معنای پیر، معنای رند، راجب رند میدونم میشه یه اصلا فکر کنم یه سشن دیگه گذاشت، معنای هنر، معنای عیب. حالا بالاخره اگه دوباره بریم سراغ حافظ حتما به قول شما با یک دید دیگه بهش نگاه میکنیم. من فقط یه سوال دیگه از شما دارم، اگر که ممکنه به ما خلاصه جواب بدین. میدونم که جریان شب‌های حافظ خوانیتون رو میخواین در واترلو انجام راه اندازی کنی یا راه اندازی شده. اگر چیزی هست که دوستان ما میتونن اینجا بشنون از شما، وگرنه لینک و چیزا رو در اختیار ما بذاریم که ما از طریق گروه آی بی در اختیار دوستانی بذاریم که بتونن از برنامه شما استفاده کنن. والا حرفایی که شما میزنین نمیشه مختصر چند جواب داد. من خیلی اهل رود درازی نیستم ولی سوالی نه 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 من میخوام بگم برنامه تون الان راه اندازی شده یا قرار راه اندازی بشه، و اگر راه اندازی شده روز و ساعتش رو اینا رو به ما اعلام کنید. ببینید راه اندازی شده ولی از دوشنبه آینده شروع میشه. یه برنامه ایست از دوشنبه فردا از 8 شب تا 9 شب. بله. اسمش است شب همصدایی. قراره که دوستان مثل شما که فکر میکنم شماها هم تقریبا مثل شب همصدایی ما هستین. بله. نسبتا لوکال هستین، یعنی کالیفرنیا. یه دی از دوستانی که قبلا توی سالونی جمع میشدیم و الان به خاطر محدودیت ها نمیتونیم دور هم جمع بشیم، توی زوم جمع میشیم. قراره که 10 دقیقه در مورد حافظ یه کسی یه مطلبی بگه، بعد 3 غزل از حافظ به صورت رندوم همونجا با رای گیری در جمع انتخاب بشه. این 3 غزل رو یک تیمی که غزل خوان هستن و تسلط دارن به حافظ میخونن و یه معنی سطحی میکنن، و هر چند هفته یک بار هم یک سخنرانی 1 ساعته خواهیم داشت، یه خود عمیق‌تر در مورد حافظ. من لینکشو براتون میفرستم اگر که دوست داشتین میان قدمتون به چشم. جناب تهرانی 8 تا 9 شب به وقت کانادا؟ بله، که میشه 5 تا 6 بعد از ظهر به وقت شما. هر هفته دوشنبه ها در محیط زوم. بعد من لینک کانال تلگرامیش رو هم براتون میتونم بذارم دیگه. شما هم در اصل میشه گفت محل ما هستیم دیگه، اگر اومدیم با کمال میل. من تو این گیرو دار میخواستم یه سلام خالصانه بکنم خدمت جناب پرده پوش و خیر مقدم بگم. محبت کردین، شما بردین و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. جناب پرده پوش، دینا جان داشتی صحبت میکردیم، علی جان میخوام از شما خدافظی کنیم، امیدوارم کنار ما باشی. یه چند از دوستانمون یه چند فکر کنم غزل از حافظ رو میخوان بخونن و شایدم آذر جون بیشتر در جریانتون میذارم. به هر حال من خواستم صمیمانه از طرف همه
ازت تشکر کنم، امیدوارم باز برنامه بیشتری باید داشته باشیم و سپاس، واقعا سپاس از این همه کارهای عاشقانه و رندانه و عارفانه ای که میکنی. از منم از همه تشکر میکنم، مرسی که گوش کردی و ببخشید. خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کردید، عالی بود، عالی، لذت بردم. بله بفرمایید آزارتون این گوه. من خواهش میکنم، من فکر کردم شاید برای تغییر ذائقه بهتره که اول یه نفر برامون بخونه اگه ممکنه، بعد بریم سراغ شعرخوانی. حالا دو سه نفری بالاخره یه نفر بخونه برامون، اگر که برای ما جان آمادگی داری که یه چیزی برامون بخونی. بله، من غزلی رو از حافظ بزرگ در دستگاه ماهور میخونم با اجازه جناب دکتر تهرانی. سرو چمان من چرا، سرو چمان من چرا میل تمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند. دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو، همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی تو، جان به هوای کوی تو، خدمت تن نمی کند، خدمت تن نمی کند. با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب، با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب، که از گذر تو خاک را، که از گذر تو خاک را، مشک ختن نمی کند، مشک ختن نمی کند. تا دل هر زنگرد من، تا دل هر زنگرد من، رفت به چین زلف تو، زان سفر دراز خود، زان سفر دراز خود، عزم وطن نمی کند، عزم وطن نمی کند. ساقی سیم ساق من، ساقی سیم ساق من، گر همه درد میدهد، گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می، کیست که تن چو جام می، جمله دهن نمی کند، جمله دهن نمی کنم. سرو چمان من چرا، سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد من نمی کنم. این تقدیم خدمت جناب تهرانی. عالی بود عزیزم، فهیما جان بسیار زیبا و به جا، متشکرم. عالی. هشمت جان شما یه شعر از حافظ دارید برامون، بفرمایید.
شاید بسته است میکروفونشون. صداشو بسته. من بودی؟ دارن آماده میشن. یه لحظه اجازه من... در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب این همه از نظر لطف شما میبینم. خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن. فکر دور است همانا که خطا میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. کس ندیده است مشتی ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچون چرا میبینم. دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید که من او را ز محبان خدا میبینم. اسمت جان خودشون میپسندیدم بشنوید. به 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 خواهش میکنم. آذر جون بفرمایید. بسیار بسیار زیبا بود. خواهش میکنم. بسیار زیبا بود اسمت جان. ممنون از این شعر زیبایی که برام انتخاب کرده بودی. حالا میخوام که از خانم محبوبه خواهش کنم که برامون بخونن شعرشون. مرسی از عجب. من این شعر رو که میخونم بعد از آقای دکتر تهرانی خواهش میکنم که بفرمایند. فکر میکنم من خودم این شعر عارفانه باشه ولی اگر شما بفرمایید که درست تشخیص دادم یا نه ممنون میشم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات. بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن. عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر و با رخ خوب که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. بسیار عالی محبوب جان. این شعر به نظر کاملا عارفانه میاد ولی از اون عارفانه هایی است که به خاطر اینکه خیلی وارد اون مشکلات عشق نشده شما میتونین در زمره غزلیات عاشقانه هم جا بدین. اون جایی که حافظ داره درد میکشه از عشق
یا گریه میکنه یا خون گریه میکنه یا اینها، اینها رو دیگه واقعا توجیه عشق زمینی براش نمیشه کرد. ولی این رو به نظر میاد که بیشتر عارفانه است. حدستون درست بود کاملا. مرسی، ممنونم. بسیار عالی. من انقدر راجع به این رنج و درد سوال دارم، فقط دارم جلو خودم میگیرم که سوالام بیارم فردا جلسه دوشنبه. یعنی بگم بالاترین قسمت این ماجرا که در مقابل این عشق شد، یعنی در مقابل که نه، راه عشق رو از راه با این رنج ها گذروندن، این یکی از سوالات اصلی امروز من بود. خب آذر جون، پوران جون، او شری جون، اگه شیفته جون شعرشون رو بخونن و بعد با صدای قشنگ پوران جون جلسه رو تموم کنیم. اگه اجازه بکنم من سوالم خیلی کوئی که راجع به همین برنامه فردا شب، شب هم صدایی، زومش رو از کجا پیدا کنم؟ بنده در اختیارتون میذارم. اوکی، تانک یو. حتما. شما سلام علیکتون رو با من نگه دارین. من سلام علیکم با شما همیشه هست. شوخی. تانک یو. شیفته جان، برای شما، منتظر شما هستیم. پس صدات هم بسته است هنوز عزیزم. صدا بسته است. خیلی ممنون آقای دکتر تهرانی، بسیار مطالب جالبی بود، واقعا تشکر دارم ازتون، خیلی عالی بود. با اجازتون منم این غزل رو میخونم که میگه: گرچه بر واعظ شهری سخن آسان نشود، تاریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندین هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خودی، دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود. دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را، تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. ممنون. سپاس شیفته جان. فقط جناب پرده پوش، شما هم تمایل داری برامون شعری بخونی؟ میخوام عذر بخوام. خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم، اختیار داری. متشکرم. خیلی مقدم میگم، همین که در خدمتتون بودیم بسیار خوشحالی. باشه، پس پوران جون با صدای زیبای شما برنامه تموم میکنیم. از همه دوستان عزیز که اومدن تشکر، و جناب تهرانی واقعا استفاده کردیم برای تحصیل، خیلی خیلی ممنون، و خدا رو شکر که من اصفهانی هم میتونم بگم، حداقل همشهری شما باقی به سوادشون ندارم. جناب تهرانی یک سوال جواب دادن، یه 150,000 تا سوال پشت سرشون گذاشتن دارن میرن، حالا بر خودشون کار زیاد کردن. ما و بریم خدمت دینا جان. راستش این نکته رو من بگم، من در راه حافظ واقعا یه طلبم. آخه معتقدم که حافظ، حالا واقعا به خاطر لسان الغیبی است، به خاطر هر چی که هست، یک اقیانوسی که شما هر چی که تو شیجه میرین یه گوهری میکشین بیرون، یه روزی روزگار. اینه که دریای بیکرانی است. این شب هم صدایی را من لینکشو گذاشتم این گوشه توی چی؟ مرسی ازتون. تلگرامه، تشریف بیارید اونجا، اطلاعاتش هست. و دیگه ما ادامه خواهیم داد به حافظ تا سالیان سال، به همه غزلیاتش رو خواهیم خوند، به همش رو خواهیم بسیار عالی. من خیلی خوب. خانم پوران بفرمایید. صدای من میاد؟ اولا که خواستم با سپاس از دینا جون، از گروه
آیوین و آذرجون و تمام کسانی که همکاری میکنن و این برنامه‌های زیبا رو مخصوصاً با آقای دکتر مهندس آقای تهرانی رو میارن و بهره‌مند میشین از فیضشون. بسیار تشکر میکنم. یه غزل زیبایی در مورد عشق حافظ گفتیم، دو بیت هست، اینو میخونم. میگه من حاصل عمر خود ندارم جز غم، در عشق زنیک و بد ندارم غم، یک همدم با وفا ندیدم جز درد، یک مونس ناموز ندارم جز غم. در غزلیات مورد عشق حافظ بود، گفتم اینو بخونم و این مطلب رو تموم میکنیم با غوغای ستارگان که حالت عشق هم درش هست. با اجازتون، امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، از شادی پرگیرم که رسم به فلک، از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها غوغا فکنم، سبو بریزم ساغر شکرم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، با ماه و پروین سخنی گویم و از روی مه خود اثری جویم، جانی یابم زین شبها، جانی یابم زین شبها، ماه و زور را به طرب آورم، از خود بی خبرم سشف دارم، نغمی بر لپا، نغمی بر لپا، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، عالم گویی دورم. مرسی. بسیار عالی عزیز دل. مرسی پوران جان. خیلی زیبا بود. کمی اشتباه هم خوندم ولی ببخشید. اصلا تمام زیبایی انسان به همین پرفکت نبودنشه به نظر من. زیبایی ها در اونجا تازه پدیدار میشه. خیلی عزیز پاس گذارم پوران عزیز بود. آذر جون من با اجازتون میتونم یه دو تا کلمه دیگه، شما اگه میخواییم خدافزی مطلبی چیز داریم بگین، من بتونم برنامه های بعدی رو یک کوچیک راجبش توضیح بدم. حتما دینه جان صحبت و خدافزی و همه چی گفته شما. نه خواهش با، اگه چیزی رو برای خدافزی تهیه کرده بودیم بگین، چون منم دیگه میدونم. نه بفرم. من فقط خواستم یه بار دیگه بگم گروه آیوین یکی از برنامه‌هایی که تدارک می‌بینه به قسمت فرهنگ و ادبشه و من فقط لینک وبسایتمون رو اینجا می‌ذارم. شما اگر روی وبسایت ما برید تمام لینک به سایت
قسمت های دیگه برنامه ما رو حتما پیدا میکنین. و همینجور هم میخواستم بگم که برنامه فرهنگ و ادب اگر براتون مورد توجه واقع شد، چون ما از گروه های نقاشی، مدیتیشن، یوگا، کلاس های خلاقیت، نویسندگی، کارگاه نمایش، همه این به قول معروف حوزه ها رو به نوعی داریم تا جایی که میتونیم و تا جایی که دوستان به ما مراجعه میکنن و سورسشون در اختیار ما میذارن، این برنامه رو داریم. ولی اگه برنامه امروز مورد توجهتون به خصوص، ما فرمتی رو که تعریف کردیم گفتیم که اولین و سومین یک شنبه ماه ساعت 11 صبح کالیفرنیا، که بتونیم دوستان رو از ایران و اروپا هم در کنار خودمون داشته باشیم. توی ماه ژانویه ما ذوق کردیم یکو، دیدیم یه دونه یک شنبه دیگه هم هست و اونم امروز بود، یعنی ژانویه سه تا یک شنبه داشت. حالا همه این توضیحات دارم بهتون میگم که خبر خوشو بهتون بدم. ما هفته دیگه مجددا برمیگردیم با خانم زیبا شیرازی. خانم زیبا شیرازی فکر کنم معرف حضور خیلیاتون هستن و فردا در باب هنر داستان نویسی میخوایم صحبت کنیم. هفته دیگه ببخشید، یک شنبه دیگه، هفتم فوریه. چون یکی از کارهایی که زیبا جون به عنوان نوآوری کرده اینه که در واقع گیتارشو دستش میگیره، با اون صدای زیباش میخونه، ولی داستانها رو برامون میخونه. و خوشحالیم که بگیم نویسندگان کمنام، جوان و خوبی هم اون روز شرکت میکنن، داستانه کوتاهشون رو میارن و خیلی در بقول ما برنامه بعدی رو به برنامه داستان نویسی و داستان و قصه گویی تخصص دادیم. همینجور خانم سهیلا قدس‌تینت که میدونین بازیگر تئاتر، امروز هم رسید تولدشونه، تولد خانم فیروزه روستایی عزیزمون هم امروز هست که با هم دیگه بهشون تبریک میگیم الان. ولی به هر حال سهیلا جون هم کارگاه های قصه گوییشون رو میخوان معرفی کنن. به هر حال برنامه هفتم فوریه ما با مهمان عزیزمون خانم زیبای شیرازی همین ساعت برگزار میشه و دو هفته بعدش عزیز دیگه ای داریم، آقای رضا فیلسوفی که ضربی خانی را به ما میخوان معرفی کنن. چجوریه که یه نفر تو یه دونه مهمانی میشینیم و میگن میتونی با ما همراهی کنی، یه ضربی یه چیزی داریم و یه عده میتونن این کار بکنن و یه عده نمیتونن. و امیدواریم که رضا جون هم بعد از این برنامه بتونن کلاساشون رو معرفی بکنن که در همین زمینه براتون کلاسای خواهند داشت که معرفی میشه. من بیش از این دیگه طولانی نمی کنم. فقط لطف کنین اگه ممکنه صفحات سوشال مدیای ما رو فالو کنید و یا به وبسایت ما یک سری بزنید و به نظر من حمایتاش رو آدم به طرق مختلف میتونه یه سازمانی نشون بده. اگر فکر میکنین که داره کار مفیدی انجام میده و به هر حال مورد سلیقه شما واقع شده، یکی از ساده ترین کارها اینه که سوشال مدیای ما رو فالو کنید. ما لینک دونیشن و همه چی داریم، ولی دیگه بیشتر از این صحبت رو اینجا طولانی نمی کنم. از همه عزیزان که برای برگزاری این برنامه زحمت کشیدن، از تیم فرهنگ و ادب آیلین خیلی تشکر میکنم و دوباره مجدداً از طرف همه شما عزیزان، از دکتر علی تهرانی که با این همه وقت و عشق دعوت ما رو قبول کردن و شما رو به خدا میسپاریم. متشکرم، خیلی ممنون، برنامه خوبی بود، جالب. قربان تو من فیروزتون تبریک. مرسی عزیزم، متشکرم که محبت می‌کنید. قربان شما، قربان همه. روزتون خوش.